سلام همگی، خوش اومدید به این قسمت برشن رپ ریاکشن. امیدوارم هر جور که از سید حالتون خوب باشه. قبل اینکه ویدیو رو ببینید میخواستم بگم که داریم یکی از ترک‌های آلبوم پوتک رو ریاکشن میکنیم. اگه وقت نداری ذخیرش کن و بعدا ببین، سیوش کن. این قابلیت هم تو یوتیوب هم هست، هم تو اینستا هم هست. چی گفتم؟ برو ببین. سلام، روحام هستم. نمیذارم حرف بزنه، تو اینترو زیاد حرف زد. سهراب میشناسین، حالا کسایی که جدید اومدن شاید نشناسن. کلا تا آخر ویدیو کوپنش سوخته، نباید حرف بزنه. حرف بزنی چپ چپ نگاه میکنه، داشت حرف بزن. ببخشید، میخواد من حرف بزنم. داشتم مظلومانه نگاه میکردم ولی چون خیلی حالم خرابه، میدونی که چرا از دیشب نخوابیدم و اینا. اوه شیت، راست میگه، چشام معلوم نیست چی میخواد، چه تقاضایی داره. مظلومانه مطلب رو نمیرسیم. بچه ها اگه ریاکشن امروز چشش مطلب رو به شما نرسون، داستان اینه. سعی میکنیم که زینه میستاری باشه این قسمت. خیلی خب، امروز ترک رپ ما از بنزما. بنزما بعد از فوتبال شروع کرده رپ خوندن، از پوریا پوتک و سامبوی عزیز. فیت این ترک 4 دقیقه و 11 ثانیه است، بهتره که زودتر. سامبوی اسمش هنوز همونه؟ آره، پسر خورشید. فلاکت اینا عوض کردن دیگه، این خوب همون دوره از سامبوی. نه تقریبا همون هم دوره مهرپینا سی، اینا اسمشون هم چی بود؟ سامبوی بود یکی مهر. خب بریم. سامبو هم فکر کنم اولین حضورش داخل پیج ما باشه اگه اشتباه نکنم. آره دقیقاً باشه. خب برو بریم که داشته باشیم ترک رپ ما از پوتک و سامبوی. گو. 4 دقیقه و 11 ثانیه است. اصلا میگم موو گو. فیوزای مغزم سوخته اصلا دیگه هیچی. همو اول حرف زد. چرا؟ چی گفت؟ ببین این آهنگو تا آخرش گوش بده، شاید فهمید هرچی. او شیت. گفت کتک اومد رپ و جیر داد، جوی که ریخت دور سر رپ بهم داد. وقتی دوست دخترم ولم کرد رفت، یه دید جدید به زندگی بتا بهم داد. فهمیدم پولامو میادم من به فاب داشت، چرا هرچی آدم دور ما بوده نباب داشت. سنات رپ میری هارت راک، یکی دار ترپ نمیتونم ساخته. ریمی سیتنیس یر بعد از این آلبوم. خب پای هیچ رو میدیم اینجوری میخواد بره داخل فیکر و تینه. فیکر و تینه بعد این آلبوم میگه پای هیتر رومینه. بریم. فکر و تینه، فکر و تینه، فکر و تینه. اوه فسته. دلم نمیاد استوب بزنم ولی دیگه بیشتر از اینم نمیتونستم متوجه بشم چی داره میگه. آره اصلا نفهمیدیم چی شد. یه خورده عقب میکشم دیگه، داشت زدی از اول. دقیقاً تقریبا نایس. تمام شد درستش؟ من همجی داشتم هیت میزدم، میگم من خوابم یکی باورش نمیشه. خیلی خوب بود. آره چقدر فست رپ کرد، چقدر فست. بازم میگم فست درست، فستی که
سر و ته کلمه رو نخوری به زور فستش کنی. آره. کلمه نامفهوم باشه، تمام مفهوم. خیلی عالی. یه جای فقط اوکی. یه جامپ بد داشت یا وزنم افتاد اون وسطا، میبیچم به دور کفم فلان فلان بیسار، قبلش اتفاق افتاد. بزن از اول مگه؟ نه نه خواهش میکنم. من خوابم نزن. خواهش میکنم. فیوز ها میسوزه. هر روز میشه تیز تر زبونم درسته میپم بیشتر تن من از دست دادم خیلی چیزا رو ولی هیپ هاپ میکرده بیشتر قبولم هیچ وقت نداشت اینقدر ضرورت دست به قلم روی بیت لشمونم نمیپرید چشمه هیپ هاپ جوش نمیزد تا به این حد درونم عاشق ماهر بارش قلمی که دانش کارش راهش رو بلده وارد کار یه کاسه به کلمه که رانده به رانده یه فایت تو میطلبه ساله به ساله که عازم هدفی جاده و راهه که وابد زدنش یالا بده بره لول رو بالا تو میتونی برسی به عددم حالا میگی چرا نمیخوره تیره باب خاله چون کلمه تو داری میبینی به چشی کالا میگیره خوابی که رب میشه تعبیرش مغزی که شب میشه درگیر قضیه مسیر رد میشه جوهر هیپ هاپ حرفی که پرت میشه از لب رد میشه مغزم دایره لغت رو رد میده قلبم حس تو به تکسم رب میده فکم کلمه به کلمه رو پرت میده چرخی که رب میگه رب میگه رب میگه حالا میگه تو میبینی مینویسه پایدار ساری یاد ساره که بیدرآمد پای کاره نمیتونه کنه حتی یه سال یه ذرهش و ترکش و حرفش رو میزنه تو آثار. آها پس این جمله بود که عرفان دیروز بهش ریاکشن نشون داد، میگفت آقا یه اسم برده دیگه، نباید حتما دیس کرده باشه ما رو که. آره گفتش که من خودم با پوتک در ارتباطم، اوکی ما اوکی ما بابا طرف فقط یه لفظ اومد، حالا معنیش این نیست که حتما من باشه. چقدر من و تو وایسمون اختلاف داره با هم، برای تو انقدره. میگم چون صدای من تیزتره بیشتر میشه، سنباده نداری صدای بمتره، صدا سرش کن کنی قلمی که تو میبینی مینویسه پایدار ساری یار ساره که بیدرآمد پای کاره نمیتونه کنه حتی یه سال یه ضربش و ترکش و حرفش رو میزنه تو آثار شب و روز میریزه عرق و پای ربطی که یه بلیت سفیده یه سفره به اندیشه مغزی که ازش زنجیر و زدیشه وقتی که رد میده به تو قدرت میده اونایی که نمیگیره خط تو هر ریشه میگه چرا نمیگیری مردی که سرگیجه ولی تو میدونی توی سینه داری قلبی که میتبه رو بیده رفت و ضربا تو فستی تو مغزه تو درگیری هست توی ذات تو خونه تو غریزه تبریک میگم توی هیپ هاپی هستی که وصلی به جریان قلب ما نزدیکه آمینه کلمه به خورده چرخنده شنونده رو دیدی کرد و پرکنده هر باری خوردی به پوسته یه بره و علم و قبل خوب رپ میکنه سامبوی. چرا سامبوی خوب رپ میکنه؟ راپ بوی سوب رپ میکنه چی میخواستم بگم؟ سامبوی چرا خوب رپ میکنه؟ واقعا خوب بود. هم فسته هم واقعا داره حرف میزنه، حرف داره میزنه، واقعا داره قشنگ حرف میزنه. میدم واق میشه بدتر ماری سنگین جمله ها سختر گاندی خرتو میگیره خرخرتو به تیگه گرد شرمنده فلو میدم واق میشه بدتر ماری سنگین جمله ها سختر گاندی خرتو میگیره خرخرتو میجوه داتا قلمی که مقابل آماتور سامبی فلو میدم باب میشه مارلی. آره باب مارلی، باب مارلی و نم چی سختر گاندی، سنگین تر از گاندی، سنگین تر گاندی بزنه گاندی که خودش بنده خدا مهاتما گاندی جمله ها سختر گاندی خرتو میگیره خرخرتو میجوه داتا قلمی که مقابل سنگین جمله ها سختر گاندی خرتو میگیره خرخرتو میجوه داتا قلمی که مقابل آماتور سامبی کلمه میشینه رو بیت خشت به خشت اند تکست داره میده بد یه حس نوشت عشق با حس نوشت قلمه میکاره تو دلتو استرس جر نده مقابلم داده خرخره چاقی ما رو دیدی بده پایین کرکره آلبوم پر سر صدایی خواهد بود. آره خیلی یه بنده خدای سوال میکرد دفاع یا حمله، این خیلی حمله گرایانه است این آلبوم، کلا به همه چیز واقعا اعتراض داره، به همه چیز داره در همه قالب ها. مثلا ترک دیروز دلنوشت یه هوی فلان بود، میبینیم چی میگم، به همه چی در همه زمینه ها اعتراض داره و حرفاشو داره میزنه، روکه یه مقدار. حالا آره اینجوری گفت بچه من یه خورده درب داغونم، حالا من چند بارم گفتم شب نخوابیدم به خاطر اینکه رفقا میدونن من یه پراید دارم، اون داستانشو بچه ها میدونن جزئیاتش چیه تو کامنت میگن.
قشنگ ماشین و ماشین صندلی دیشب این تورا دیگه گذاشت بارو و یعنی واشر سرسیلن سوزوند و اینا نمیدونم میسوزونه چی میگن بهش واشر زد نصف شب در به در دنبال مکانیک و نشد و بوکسلش کن و نمیدونم جک و فلان و ببر جلوی مکانیکی و تا بیایم خونه شد 5-6 صبح 4-5 من تو را خواب بودم در این حد خواب بود یعنی اصلا یه چیز بعض افتضاحی بعدش هم صبح دوباره برو مکانیکی و تا اینجا تو موتور رو نمیدونم برو تراشکاری برو فلان دیگه دارم میمیرم اصلا الان 4:43 بعد از ظهر یه چشام باز نمیشه یعنی آدم خیلی استرسی هم هستم یه 2-3 ساعتی هم وقت داشتیم این وسط از یعنی ساعت 5-6 صبح تا 8 چیز بیاد من نخوابیدم بچه ها یه خورده عشق بفرستیم برام سوران نه جدی واقعا یه خورده عشق بفرستیم مرسی کوملا یه خورده این خستگی ها جبران شه ایشالا دمتون گرم دمتون گرم دمتون گرم مرسی که تا امروز قوی همراه ما بودید و واقعا تو کامنت ها تو همه چی واقعا انرژی دادیم به ما انرژی دادیم بیراخ گنگ تا ابد یهو خیلی خوب انرژی گرفتی ها پیش بینی کردی کامنت ها رو نه ما که 2 بعد بعد به مدت 24 ساعت بخوابیم افقی میریم اومدیم چیزی عمودی میشیم عمودی اومدیم افقی میشیم خیلی خب آقا امیدوارم که از ریاکشن ما خوشتون اومده باشه امیدوارم که از این ترک خوشتون اومده باشه اگه از ریاکشن ما خوشتون اومد بیلاخ و قلب و فراموش نکنید همیشه اعلام کنید تو کامنت ها که یک بیلاخ گنگی هستید و اگه از موزیک و ترک خوشتون اومد کلمه شه باید قلب آبی برامون بذارید همینجوری شه و بکشید 10 تا شه پشت هم بذارید مثل اون یارو که میگه من پر رو هم با 10 تا ره شه هم همینه شه تو با 10 تا شه بذارید آره شه تو همه میگم از اینجور شه آره شه این من همون رو همه آره پر رو پیمون باشه خلاصه که آدرس دوتا پیج اون این پایین هست این یه تیکر بگم بگم آدرس دوتا پیج اون این پایین هست اگر از اینستا با امناشو شد یه سر حتما به یوتیوب اون بزنید اگر از یوتیوب با امناشو شد حتما یه سر به اینستاگرام اون بزنید فالو سابسکرایب فراموش نشه ما رو به دوستاتون معرفی کنید خیلی لطف میکنید اگر این کار رو کنید خیلی دوستون داریم تو قلب ماست باتری هم سراب تموم شد گفت من اینو میگم میرم یعنی همین یعنی من همین انقدر انرژی دارم تموم شد یعنی من اگه میپریدم وسط حرفش خودم باید دست میگرفتم این آخرش هم بلد نیستم چی میشه خود بوس یه بوس فقط مونده اگه میتونین آره اینم آقا من دوتا بوس میفرستم آخرش فقط من یه چیز میخواستم بگم این که بچه ها این که گفت بیلاخ گنگی هستین رو همیشه اعلام کنید و این که هر جو دوست دارین اعلام کنین هر پیج آقا بیلاخ گنگی هم دیگه چی ما رو دیدید بیلاخ گنگ فور لایف اصلا ما ندیدین آقا من بیلاخ گنگی هم ها بیلاخ گنگ تو اول آقا عشقی عشقی به خدا عشقی ما سیه دونه اید اگه شما نبودید ما امروز نبودیم خیلی دوست داریم خدافظ تا درود دیگه وسط حرفم خدافظی گفتم همه چیم سوخته مخم تعطیل دو تا سه تا شد چی چهار تا شد